بسیاری از پرسش‌های مرتبط با ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی پس از 20 سال همچنان بی‌پاسخ مانده. دکتر اولی هاینونن که بارها برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها به ایران سفر کرده، سال‌ها در کانون این مجادلات قرار داشته. آقای هاینونن، بر مبنای گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، بعضی تحلیل کردن جمهوری اسلامی میتونه در یک ماه اورانیوم غنی شده در سطح تسلیحاتی برای تولید تا 5 بمب اتم رو تولید بکنه. شما هم چنین دریافتی دارید؟ من شخصا مطلب رو کمی متفاوت می‌بینم، چون بستگی به این داره که شما چطور تعریف می‌کنید که چه چیزی برای 5 تا سلاح هسته‌ای کافیه. با پیشینه مهندسی که من دارم اینو کمی متفاوت می‌بینم، چون این یه فرایند دو مرحله‌ایه. اول اینکه شما هگزافلوراید اورانیوم رو به صورت اورانیوم غنی شده 60% یا اورانیوم غنی شده 20% دارید. وقتی تصمیم گرفتید مواد لازم برای سلاح اتمی رو تولید کنید، اون وقت باید اونچه که دارید رو تا 90% غنی سازی کنید. برای رفتن از 60% به 90% با 3 یا 4 زنجیره سانتریفیوژ پیشرفته برای تولید هگزافلوراید اورانیوم به اندازه کافی برای یک سلاح 10-12 روز وقت لازم دارید. ولی این همه قضیه نیست. شما در این مرحله هنوز به مؤلفه‌های دیگه‌ای برای تولید سلاح اتمی نیاز دارید و این کمی بیشتر طول می‌کشه. چون شما باید با هگزافلوراید اورانیوم که دارید به توصیه‌هایی که عبدالقادر خان پدر برنامه جنگ افزار هسته‌ای پاکستان به ایرانی‌ها داده بود به دقت عمل کنید. بنابراین برای تولید به صورت فلز اورانیوم در شکل مناسبش احتمالاً 30 روز دیگه طول می‌کشه. در واقع شما مواد و اجزای واقعی سلاح اتمی رو پس از 40 روز خواهید داشت و نه صرفاً ظرف 10 روز. بعد از اون شما بخش دیگه اورانیوم رو برمی‌دارید که اونم 10 روز دیگه طول می‌کشه تا به سرانجام برسونیدش. ولی این قسمت رو میشه به موازات و همزمان با غنی‌سازی انجام داد. به این ترتیب بعد از 50 روز شما مواد کافی برای سلاح دوم رو دارید و بعد از 60 روز برای سلاح سوم، و اون وقت با اورانیوم 20% غنی شده هم میتونید همین کار رو انجام بدید. منتها هر مرحله 20 روز طول بکشه. پس این توصیف که بگیم ظرف 10 روز به اندازه کافی مواد لازم رو خواهند داشت کمی گمراه کننده است. اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیره اورانیوم مورد نیاز برای یک بمب اتم رو تولید بکنه و بازرسی بازرسان آژانس رو هم به تأخیر بندازه، آژانس میتونه اون رو به موقع ردیابی کنه؟ این مسئله برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دشوار خواهد بود، چون این فقط مربوط به کارهایی که در نتنز یا فوردو میشه نیست. این وسط ذخایر اورانیوم با غنای بالا که الان به شکل هگزافلوراید اورانیوم UF6 در اصفهان نگهداری میشه هم هست. سوال اول اینه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر چند وقت یک بار از اون مکان بازدید میکنه. این نکته در گزارش آژانس نیومده. اون گزارش همیشه فقط در مورد زمان بازدید یا بازدید از فوردو یا نتنز صحبت میکنه. اما نکته اصلی اون ذخایریه که مثلا یه نمونهش 114 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60%ه که اونجا دارن. خب این با چه کیفیتی ازش محافظت میشه؟ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر چند وقت یک بار از اون مکان بازدید میکنه. این نکته اول. من فکر نمی کنم آژانس هر روز به اونجا سر می زنه. حالا فرض بگیریم که شما میرید اونجا و می بینید که انبار خالیه. یکی اومده و مواد رو جابجا کرده. چه کاری از دستتون برمیاد؟ مطمئناً جامعه بین المللی خیلی کارها می تونه بکنه. اما اون زنجیره های کوچکی که من ازش صحبت می کنم، یعنی زنجیره هایی که هر کدومش 3-4 تا سانتریفیوژ پیشرفته داره، در مکانی مخفی نصب شده که حالا شاید ما ازش خبر داشته باشیم یا نداشته باشیم. بنابراین اگر جمهوری اسلامی بخواد به نقطه گریز هسته‌ای برسه، باید از اون مکانهای مخفی استفاده کنه که خیلی بزرگ نیستن. چون 4 تا از این زنجیره ها یعنی کمی بیش از 600 سانتریفیوژه. یعنی اندازه یه سوپرمارکت نه خیلی بزرگ. مثلا به اندازه تأسیسات غنی‌سازی آزمایشی در نتنز که روی سطح زمینه.
بنابراین پیدا کردن اونها بدون اطلاعات دقیق بسیار دشوار خواهد بود. من میخوام تاریخچه این جریان رو یادآوری کنم. در سال 2010 آقای علی اکبر صالحی که در اون زمان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود گفت که جمهوری اسلامی 10 مکان دیگر رو در ایران برای ساختن تأسیسات هسته‌ای کوچک زیرزمینی مانند فوردو در نظر گرفته بود. خب ما در مورد اونها چی میدونیم؟ من چیزی ندیدم اعلام شده باشه. فکر نمی کنم آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره اون مکانها با جمهوری اسلامی صحبتی کرده باشه. پس یک چنین عدم اطمینانی وجود داره که من به عنوان ریسک توصیفش می کنم. اونچه که در این بحث جاش خالیه ارزیابی ریسکه. اگر چنین مکانهای ناشناخته‌ای وجود داشته باشه چه خطری وجود داره که ما ازش بی اطلاعیم؟ چطور میتونیم این خطر رو با روش‌های مختلف بازرسی با بازدیدهای مکرر مثل نظارت از راه دور آنلاین بر این ذخایر اورانیوم در اصفهان کاهش بدیم تا به محض اینکه خللی پیش اومد یا امر غیر معقولی اتفاق افتاد بتونه هشدارهای لازم رو بده؟ آژانس ارزیابی کرد که توضیح ایران در مورد تولید اورانیوم غنی شده 83.7% با اطلاعات مضاعف و داده‌های عملیاتی تکمیلی که ایران در جلسات با آژانس ارائه داده ناسازگار نیست و در این مرحله پرسش دیگری در این باره نداره. چرا آژانس به جای اینکه بگه توضیح ایران سازگاری داره از عبارت ناسازگاری نداره استفاده کرده به نظر شما؟ Yeah, this is exactly the crux of the matter. You just picked the right point. شما به نکته درستی اشاره کردید. بله، دقیقاً اصل موضوع همینجاست. ما در موارد دیگه‌ای هم از همین عبارت استفاده کردیم. زمانی که کاملاً مطمئن نبودیم که همه حقایقی که در دسترسمون بود با توضیحات داده شده سازگاری داشته. این به اون معنا نیست که طرف مقابل دروغ میگه یا اطلاعات نادرست ارائه میکنه. اما صرفاً اطلاعات کافی برای تصمیم گیری مبتنی بر مهندسی در مورد اینکه هرچه اونها میگن سازگار هست وجود نداره. به این دلیل که آدم نمیگه سازگار، بلکه از کلمه ناسازگار نیست استفاده میکنه، بدون اینکه تقصیر رو به گردن کسی بندازه. در گزارش آژانس هم این باید میومد که وقتی میگن در این مرحله سوالی وجود ندارد باید توضیح میدادن یعنی چی، چون ممکنه بعداً سوالاتی مطرح بشه، چون وظیفه آژانس بررسی صحت و کامل بودن اظهارات جمهوری اسلامیه. این وظیفه شونه. این فقط یه وظیفه هم نیست، بلکه تعهد مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه. پس باید در این زمان همین جمله رو میگفتن. اگر در این فرایند اطلاعات جدیدی به دست اومد، مطمئناً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این سوال برمیگرده و نگاه دیگه‌ای به این موضوع خواهد داشت. علاوه بر اون در قسمت دیگه‌ای هم این مطلب بود، چون دو گزارش وجود داره. اون یکی گزارش اینو هم میگه که آژانس هنوز در حال نهایی کردن راستی آزمایی سالانشه که بهش میگن ثبت موجودی فیزیکی. اون نتایج هنوز وجود نداره. جمهوری اسلامی میگه درباره امکان حضور چنین ذراتی مسئله خرابکاری رو نباید از نظر دور داشت. این ادعاها رو باور میکنید؟ Not really, you know, unless there is some evidence, but... نه، واقعا نه. مگر اینکه شواهدی وجود داشته باشه. اما آژانس میتونه در این مورد کارهایی بکنه. این کار تلاش بسیار بیشتری میطلبه. من نمیدونم آژانس چه کارهایی کرده، چون همه جزئیات رو علنی نمیکنن. اما من برای شما یک مثال از سوریه میزنم. زمانی که رآکتور سوریه در سال 2007 بمباران شد، ما در تابستان سال 2008 رفتیم اونجا. بالاخره تونستیم از محل نمونه برداری کنیم. اون نمونه ها حاوی ذرات اورانیوم بود و خب بعد از اینکه اندازه‌گیری ها رو انجام دادیم متوجه شدیم که در اون نمونه ها ذرات اورانیوم ساخته بشر وجود داره، ذراتی که به طور معمول در طبیعت نیست. وقتی از همتای سوری سوال کردیم به همون گفت که این ذرات نتیجه انفجار بمب ها بوده، یعنی این مواد با بمب هایی که روی این مکان ریخته شده اومدن و اونها مسئولش نیستن.
اما کاری که ما در واقع کردیم این بود که رفتیم و تحقیق بزرگی انجام دادیم. به این ترتیب که اون ذرات ریزی رو که به دست آورده بودیم دادیمشون به متخصصان اتمی در 12 کشور دنیا. بعدش خودمون هم با استفاده از تجهیزات بسیار ویژه در فرایندی به نام استوکیومتری، عنصر سنجی و تجزیه و تحلیل اضافی کردیم. که این خودش یه فرایند شیمیایی که شما میتونید باهاش به ترکیب ذرات نگاه کنید. ما با قیاس سنجی نحوه توزیع ذرات روی زمین پس از بمباران و برخی از پارامترهای دیگر رو پیدا کردیم و به این نتیجه رسیدیم که احتمال اینکه این مواد بر اثر بمباران اومده باشن بسیار ناچیزه. بنابراین من فکر میکنم میشه کاری مشابه این انجام داد. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تفصیل توضیح نداده که همه اقداماتی که الان دارن انجام میدن چیه و آیا به این تحقیقات ادامه خواهند داد یا خیر؟ چون وقتی شما اینها رو میگید بدون شک به این معنی نیست که شما تحقیق نمی کنید. آقای هاینونن، رهبر جمهوری اسلامی گفته زیر بار ادعاهای خلاف واقع و خواسته های زورگویانه آژانس نرید. شما به خاطر دارید که آژانس چنین خواسته هایی از ایران داشته باشه؟ Well, I don't think that I buy, you know, on this what the Supreme Leader said. من اون چه که رهبر جمهوری اسلامی گفتند رو بنا به یک سری دلایل نمیپذیرم. اجازه بدید از تاریخ 2003-2004 شروع کنیم. زمانی که این اطلاعات مربوط به طراحی تسلیحات هسته‌ای علنی شد. یعنی خیلی پیش از اینکه در سال 2018 اسرائیلی‌ها به بایگانی هسته‌ای در تهران دسترسی پیدا کردند. بنابراین برخی از این اطلاعات در اون مقطع زمانی که عمدتاً مربوط به سپاه پاسداران و آزمایشگاه‌هاشون و غیره بود وجود داشت. در اون مقطع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل اطلاعات بسیار محدودی که داشت اصطلاح ابعاد نظامی احتمالی رو مطرح کرد. اما یکی از اولین کارهایی که ما مطمئناً با این اطلاعات در رویه‌های خودمون انجام دادیم این بود که سعی کردیم صحت اطلاعات رو بسنجیم. آیا حقیقت داره؟ آیا جعلیه؟ آیا نتیجه یک سوء تفاهمه؟ این کار ما رو به این سمت برد که نسبتاً مطمئن بشیم که احتمالاً به تحقیقات تسلیحات هسته‌ای مربوط میشه. به همین دلیل بود که ما در سالهای 2004-2005 شروع کردیم به دسترسی یافتن به مراکز تحقیقات فیزیک و اسناد. بنابراین رد کردن و گفتن اینکه این اطلاعات نادرسته وقتی که با اطلاعات موجود در آرشیوهای هسته‌ای مقایسه می‌کنید، نه فقط عکس‌ها و محاسبات، بعضی‌هاشون رو می‌تونید با اطلاعات دیگه هم تایید کنید. تازه تصاویر ماهواره‌ای هم هست. سوابق هم هست. اینها اونطور که ادعا میشه از اسرائیل نیامده. اسرائیل نمیتونه اون تصاویر ماهواره‌ای رو با در نظر گرفتن زمان دریافتشون، شرکت‌های درگیر و کشورهای درگیر دستکاری کنه. این تنها یک تصویر ماهواره‌ای نیست، بلکه اطلاعات زیادیه که از منابع مختلف به دست اومده و بسیار هم متنوع و مختلفه. بنابراین یک سازگاری فوق‌العاده‌ای وجود داره. من فکر میکنم دیگه وقتشه ایران به آژانس اجازه بده که اینها رو به کار بگیره. آژانس میتونه تایید کنه که این فعالیت ها متوقف شدند یا نه. تجهیزاتی که به طور کامل مربوط به تسلیحات هسته‌ای هستن باید برچیده شن. اون وقت ممکنه مقداری از مواد هسته‌ای وجود داشته باشه که باید از طریق آژانس محافظت بشه. مجازاتی هم اعمال نخواهد شد. فقط بیایید این موضوع رو فیصله بدیم. چون اون چه که در خطره همون چیزیه که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تمایل چندانی به قبول کردن مسئولیتش نداشت. اینه که این موضوع بر اعتبار راستی آزمایی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تأثیر منفی میذاره. این فقط مربوط به ایران نیست. مربوط به کره شمالی هم هست. مربوط به سوریه هم هست، مربوط به سایر کشورهایی هم هست که در آینده شاید بخوان برن دنبال سلاح هسته‌ای. بنابراین با این رفتار کژدار و مریض و کش و قوس‌هایی که مقام‌های ایران در 20 سال گذشته در واکنش به پرسش‌های ما در پیش گرفتن بدون پاسخ دادن، این کارها برای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و آبرو و اعتبارش چندان خوب نخواهد بود. Answer is not going to be very good for that regime and its credibility. به نظرات شما برگردیم با روزیتا. در اینستاگرام فرهاد از اولویت ها گفته، به شغل، مسکن و معیشت اشاره کرده و نوشته غیر از این جهله. تا
تروس هم معتقده اگه این رژیم به سلاح اتمی برسه اول مردم رو تو خیابون میکشه. جمشید از کاربرانی بود که کوتاه میگه باجگیری. هیمن هم معتقد اگه جمهوری اسلامی به انرژی هسته‌ای دست پیدا کنه تبدیل میشه به کره شمالی دوم. بریم سراغ دومین بخش از پیام‌های صوتی شما. جمهوری اسلامی همه تلاشش اینه که تا قبل از اینکه تو مذاکرات پشت پرده با چین یا آمریکا یا حتی با اسرائیل به یک توافق نصف و نیمه برسن، با یه دست پر شروع کنه، یعنی برنامه هسته‌ایش رو به یه سرانجامی برسونه که موقع مذاکره بتونه با قدرت صحبت کنه و این قدرتش هم قدرت پوشالیه، چون هیچ در خدمت مردم نیست، فقط به خاطر فشارهای منطقه‌ای و حفظ قدرت و حکومت خودشه. همینو بگم، جمهوری اسلامی هر کاری که بخواد میکنه و هیچ حرفاشو نمیشه بهش اطمینان داشت و قبول کرد. به همین خاطر هیچ کس نباید گول حرفای جمهوری اسلامی رو بخوره. هر کاری که خواستن کردن و ادامه خواهند داد برای مذهب و برای دزدیدن پول. به نظر من صلح میشه، چون جمهوری اسلامی کفکیش خوره تهدی و به موضوعات هم پول بده نداره، از مردم هم پاتونسه چاپیده، دیگه مردم هم دیگه پولی ندارن، همه بدبخت بیچاره بیکار، فقط پول دست خود جمهوری اسلامی موضوعاشه. در ارزیابی اطلاعات ملی ایالات متحده از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در نوامبر 2007 نوشته شده بود: ما با اطمینان بسیار بالا به این ارزیابی رسیدیم که نهادهای نظامی ایران تا پاییز 2003 به دستور حکومت برای ساخت جنگ افزار هسته‌ای فعالیت می‌کردند. ما همچنین با اطمینان بالا به این قضاوت رسیدیم که توقف این برنامه در پاییز 2003 دست کم چندین سال به طول انجامید و تهران حداقل گزینه ساخت جنگ افزار هسته‌ای را باز گذاشته است. آقای رور، رهبر جمهوری اسلامی گفته جامعه اطلاعاتی آمریکا بارها تا حالا این رو تصریح کرده که ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست. ایشون درست میگه؟ Not exactly. According to published reports. دقیقاً اینطور نیست. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، جامعه اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده که ایران در حال حاضر فعالیت‌هایی را که منجر به ساخت تسلیحات شود دنبال نمی‌کند. اما ایران فعالیت‌هایی را دنبال می‌کند که استفاده دوگانه دارد و می‌تواند تولید سلاح هسته‌ای را امکان پذیر کند. ایران قطعاً در حال توسعه اورانیوم غنی شده بسیار فراتر از ظرفیت خود است که به آن کشور اجازه می‌دهد برنامه‌های تسلیحاتی خود را خیلی سریع آغاز کند. بنابراین همانطور که در گزارش‌های منتشر شده آمده، ایران اساساً در این لحظه برنامه تسلیحاتی اجرا می‌کند، اما این برنامه می‌تواند خیلی سریع آغاز شود، چون ایران در حال انجام فعالیت‌های خطرناک، غیر ضروری و نگران کننده است که نشان می‌دهد تسلیحات برای تصمیم گیرندگانشان یک امکان عملی است. جامعه اطلاعاتی ایالات متحده در سال‌های گذشته و دوره مدیریت شما ارزیابی استوار و نامتناقضی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی داشته؟ If you go back to the 2007 declassified national intelligence estimate, اگر به برآورد اطلاعات ملی آمریکا در سال 2007 برگردید و به بیانیه‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا و شرکای ما در خارج از کشور نگاه کنید، تاریخ و حقایق نشان می‌دهد زمانی که این اطلاعات عمومی شد، ثبات و دقت ارزیابی‌های ما را تایید کرد. من فکر می‌کنم که جوامع اطلاعاتی کار بسیار معتبری انجام دادند. در این حال در اینجا وضعیت دشواری وجود دارد و آن این است که تصمیم گیرندگان ایران در واقع دارند به ظرفیت تسلیحاتی نزدیک می‌شوند، اما هنوز گام‌های نهایی را بر نداشتند، هرچند که می‌توانند هر زمان که بخواهند آن گام را بردارند. از سیاست دولت بایدن در پیوند با این توافق هسته‌ای چه برداشتی دارید؟ دولت بایدن گزارش‌های رسانه‌ای از تماس با مقام‌های ایرانی را در مورد برنامه هسته‌ای تایید نمی‌کنه، اما ایرانی‌ها اون رو تایید می‌کنند. Well, for Iran, it's useful to confirm such contacts because it helps relieve the pressure on the rial. خب، برای ایران تایید چنین تماس‌های مفید است، زیرا به کاهش فشار بر ریال کمک می‌کند و به حامیان رئیسی نشان می‌دهد که سیاست‌هایش ثمر بخش بوده است. ایالات متحده به طور مداوم اعلام کرده که هدف اولیه‌اش دنبال کردن دیپلماسی است. مدیران سیاسی اتحادیه اروپا دیداری با مقامات ایران در امارات متحده عربی برای بحث در مورد برنامه هسته‌ای و دیگر موضوعات داشته‌اند. پس استراتژی دولت بایدن همچنان دیپلماسی است.
با این همه دولت آقای بایدن همچنین اعلام کرده که به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد و در صورت لزوم از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. چندین آزمایش بسیار مهم با چند شریک منطقه‌ای نیز انجام شده که نشان می‌دهد ایالات متحده توانایی انجام دقیقاً همان کاری را که می‌گوید و در صورت لزوم باید انجام شود را دارد. بعضیا میگن سیاست کنونی به جمهوری اسلامی اجازه میده برنامه هسته‌ایش رو توسعه بده در حالی که از انزوای اقتصادی و سیاسی سعی میکنه خارج بشه. موافقید؟ شما در یک توییتی هم گفتید که یک توافق بالقوه با این شرایط سه پیام رو در بر داره. Well, I do believe that the international community, and this is not just a US responsibility. من معتقدم جامعه بین‌المللی و این فقط مسئولیت آمریکا نیست، بلکه ما هم بخشی از جامعه بین‌المللی هستیم. ما برای انجام تحریم‌ها خیلی کم کار کرده ایم. خرید نفت ایران از سوی چین بودجه سرکوب مردم ایران را تامین می‌کند، بودجه برنامه تسلیحاتی را تامین می‌کند، بودجه برنامه هسته‌ای آن کشور را تامین می‌کند و به نیروی قدس کمک مالی می‌کند. این یک واقعیت ساده است. به اعتقاد من، ایالات متحده و شرکایش آنچنان که باید و شاید در این زمینه کاری انجام ندادند. در این حال، داریم به جامعه بین‌المللی نشان می‌دهیم که ما، یعنی ایالات متحده، هر کاری از دست ما برمی‌آید می‌کنیم تا مطمئن شویم که گزینه اصلی سیاست‌گذاران دیپلماسی است و ما کاری نمی‌کنیم که به آتش یک درگیری در منطقه دامن بزند، چرا که تبعات بسیار ویرانگری در بر خواهد داشت. انتخاب بر عهده ایران است. آنها نیازی به چنین فعالیت‌هایی ندارند، اما دارند این کار را دنبال می‌کنند و آرام آرام تنش و تهدیدها را در منطقه بالا می‌برند. فکر می‌کنید ترکیبی از رزمایش‌های بزرگ مشترک، تهدیدهای اسرائیل علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و بیانیه‌های مکرر آمریکا که به ایران اجازه ساخت جنگ افزار هسته‌ای رو نمیده، تهران رو از تولید مواد لازم برای بمب اتم باز می‌داره؟ Certainly, Iran, if Iran believes that the US and Israeli intent is sincere, قطعاً اگر ایران باور داشته باشد که نیت آمریکا و اسرائیل صادقانه است، آن گام‌های نهایی را بر نخواهد داشت. با این حال، معنیش این نیست که ایران اقداماتی را که به نظر برسد به این خط قرمز نزدیک‌تر می‌شود، انجام نخواهد داد. چون انجام این کار به ایران امکان می‌دهد تا به ویژه دیپلمات‌های اروپایی را برای گرفتن امتیاز در مورد تحریم‌ها علیه آن کشور تحت فشار قرار دهد. این اقدامات به ایران اجازه می‌دهد تا قیمت نفت را بالا ببرد. این کار همچنین به ایران امکان می‌دهد خطر درگیری در منطقه را افزایش دهد. اما من معتقدم که رهبری و تصمیم گیرندگان ایران درک می‌کنند که ایالات متحده و اسرائیل در اینکه به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای را نمی‌دهند، رو راست هستند. به نظر شما برای دولت بایدن غیر ممکن از کنگره بخواد از یک توافق هسته‌ای با ایران حمایت بکنه، توافقی که به نظر بسیاری در نهایت به تقویت متحد نظامی روسیه منجر خواهد شد؟ اگر چنینه، آیا کاخ سفید میتونه کنگره رو دور بزنه به اصطلاح؟ The Iran nuclear file has been complicated by a lack of partisanship. پرونده هسته‌ای ایران به دلیل نبود همکاری دو حزبی و عدم حمایت بین‌المللی در به رسمیت شناختن تهدیدهای واقعی ایران برای همسایگان در منطقه پیچیده شده است. به نظر من همین که دولت برای یک توافق به کنگره نزدیک شود فی نفسه این واقعیت را آشکار می‌کند که توافق هسته‌ای به ایران اجازه می‌دهد منابعی برای کشتن مردم در منطقه داشته باشد. ما به طور معمول واژه‌های مانند تجاوز و تهدید را به کار می‌بریم، اما باید این را شفاف بگوییم که هدف موشک‌های ایران در یمن کشتن غیر نظامیان در عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای دیگر بوده است. حمایت ایران از حزب الله به معنی کشتن مردم است. نمایندگان زیادی در کنگره معتقدند که توافق هسته‌ای که این منابع را فراهم می‌کند غیر اخلاقی است و این یک چالش دشوار برای دولت است. با توجه به اینکه تخفیف تحریم‌ها در گرو اینه که چه کسی ساکن کاخ سفید باشه به اصطلاح، رهبران جمهوری اسلامی چه انگیزه‌ای دارن که برنامه هسته‌ایشون رو معکوس کنن؟ That's not necessarily true. The extent of این حرف لزوماً درست نیست. میزان اجرای تحریم‌ها به تعدادی از عوامل بین‌المللی، مثلا روابط چین با آمریکا و روابط آمریکا با روسیه مربوط است که به طور کامل در کنترل یک رئیس جمهوری نیست. اما مطمئناً رؤسای جمهوری با در نظر گرفتن زمان و بر اساس شرایط سیاسی که دیکته می‌کند چه اتفاقی باید بیفتد، رویارویی یا تعامل را برگزیدند. آیا زمان به سود ایالات متحده است؟ قطعنامه 2231 شورای امنیت برای پایان زمان به کارگیری مکانیزم ماشه سال 2025 رو تعیین کرده. Well, time is already working against the international community. خب زمان همین حالا هم به زیان جامعه بین‌المللی کار می‌کند.
لغو محدودیت‌های تسلیحاتی متعارف علیه ایران تا حدودی امکان تولید صدها پهباد توسط ایران را فراهم کرده که شمار زیادی از غیرنظامیان اوکراینی را به کام مرگ فرستاده است. مردان، زنان و کودکان بسیاری به دلیل اقدامات ایران در اوکراین جان باختند. اگر توافق با ایران دنبال شود، در اکتبر سال 2023 محدودیت‌های موشکی ایران در تئوری برداشته خواهد شد. ایران کشوری است که روی موشک‌هایش مرگ بر اسرائیل می‌نویسد و مدام با صدای بلند در مورد توسعه سامانه‌های موشکی جدید به گونه‌ای صحبت می‌کند که هیچ کشور دیگری در منطقه یا جهان به جز کره شمالی درباره آن حرف نمی‌زند. با این حساب ما در واقع تا قبل از سال 2025 یا 1404 شمسی ضرب العجل‌های خطرناکی داریم. اگر زمان حمایت چین و روسیه از قطعنامه‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی در حال حاضر به سر اومده، آمریکا چه گزینه‌هایی پیش رو داره؟ Well, I'm not sure they're over, but they're certainly complicated. I don't believe China or Russia would like to see Iran acquire a nuclear weapon. مطمئن نیستم که زمانش گذشته باشد، اما مطمئناً پیچیده هستند. فکر نمی‌کنم چین یا روسیه مایل باشد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. من باور ندارم که چین یا روسیه دوست داشته باشند که ایران به سلاح هسته‌ای نیاز داشته باشد، یا اینکه چین یا روسیه بخواهند که شاهد یک جنگ متعارف در خاورمیانه باشند. پس اگر این دو ستون را در یک چارچوب بین‌المللی قرار دهید، می‌بینید که پیشبرد یک توافق دیپلماتیک ممکن است، اگرچه بسیار دشوار خواهد بود، تا حدی به این دلیل که جامعه بین‌المللی که ایالات متحده هم عضوی از آن است به ایران اجازه داده که از همه این خطوط قرمز بدون مجازات شدید عبور کند. تا زمانی که آن مجازات شدید اجرا نشود، ما در معرض خطر این اشتباه فاجعه بار ایران هستیم که می‌تواند منجر به حمله نظامی یا درگیری متعارف شود، و چین اینا را نمی‌خواهد، حتی روسیه هم اینا را نمی‌خواهد. فکر میکنید بهبود موقعیت ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی دست کم در حال حاضر ضرورت تصمیم به ساخت جنگ افزار هسته‌ای رو تضعیف میکنه؟ I don't believe Iran's geopolitical position has improved. It has détente. من معتقد نیستم که موقعیت ژئوپلیتیک ایران بهبود یافته است. تنش‌زدایی با برخی از کشورهای خلیج فارس صورت گرفته، ولی تنش‌زدایی در روابط به معنای برقراری روابط حسنه نیست. معنایش صرفاً این است که یک تعامل دیپلماتیک برای کاستن از چشم‌انداز جنگ و خشونت ایجاد شده که هنوز باید روی آن کار شود. شرکای اصلی ایران برخی از رادیکال‌ترین کشورهای جهان هستند. سوریه که رهبرش یک جنایتکار جنگی است، ونزوئلا به رهبری یک دیکتاتور و شماری از کشورهای مانند آنها. با این همه نمی‌شود به طور دقیق گفت که ایران موقعیت بین‌المللی قوی ندارد. این کشور تعامل روزافزونی با چین دارد که مبتنی بر اقتصاد است و روابطش با روسیه هم بر مبنای مسائل نظامی است. مطمئن نیستم که این روابط ایران را در برداشتن گام‌های نهایی باز دارد، اما قطعاً کار ایران را برای تصمیم‌گیری پیچیده‌تر می‌کند. حال معایب و مزایای برداشتن این گام‌های نهایی برای ایران چیست؟ شاید ایران بتواند بدون دستیابی به سلاح هسته‌ای و تنها با نزدیک شدن به آن به همه هدف‌های سیاسی خود دست یابد، تنها با خیلی نزدیک شدن به تولید آن. ایران ممکن است چنین فکر کند که با نزدیک شدن به سلاح هسته‌ای اروپا را تشویق به تعامل می‌کند. ممکن است باور داشته باشد که با این کار جلوی اعمال فشار بر آن کشور برای دیگر فعالیت‌های بدخواهانه اش مثل تحویل پهباد به روسیه برای کشتن غیرنظامیان اوکراینی را می‌گیرد و چین را هم تشویق می‌کند تا در برابر ایالات متحده بایستد، در حالی که اگر به سلاح هسته‌ای نیاز داشت ممکن بود بخشی از این قابلیت‌ها را از دست بدهد. آیا یک قرارداد جدید، توافق محدود به آزادسازی دارایی‌های توقیف شده ایران مثلا در عراق و کره جنوبی و برچیده شدن بعضی تحریم‌ها در ازای توقف تولید اورانیوم غنی شده و اعطای دسترسی کامل به بازرسان آژانس به تأسیسات ایران خواهد بود؟ It is certainly the issues under discussion. فهرستی از موضوعات مورد بحث وجود دارد. من فکر می‌کنم مسئله این است که اگر بخواهیم تحریم‌ها را کاهش دهیم، در اصل منابع عظیمی را برای یک توافق در اختیار ایران می‌گذاریم که ایران فردا می‌تواند آن را تغییر دهد. این به این معنی است که حجم هنگفتی از پول ایران را قادر به اقدامات خاص یا ایجاد روابط با دیگر کشورها می‌کند، در حالی که ما برای کاستن از آن رشد ذخایر ایران در نتیجه خرید نفت توسط چین را زیر نظر داریم. مقابله با آن ممکن است وقت زیادی ببرد، در حالی که ایران میتواند خیلی سریع تصمیم بگیرد از سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتری استفاده کند و بار دیگر اورانیوم 83% تولید کند یا کارهای خاصی انجام دهد. این کار استفاده از ابزارهای باقی مانده علیه ایران بدون توسل به اقدام نظامی را بسیار دشوار میکند. بنابراین این یک لحظه دیپلماتیک پرچالش برای ماست. به روزی تا سر دیگر بزنیم.
محمد در اینستاگرام معتقد انرژی هسته‌ای بهانه‌ای برای جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی که از اون طریق به منافع خودشون برسن و به سخت‌تر شدن شرایط زندگی مردم به عنوان دستاورد این فعالیت‌ها اشاره کرده. 13 هم معتقد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی جز بدبختی و تحریم و تورم نتیجه دیگه‌ای برای ملت نداره. خان هم نوشته بلوفی بیش نیست، جهت گول زدن و غارت ثروت مردم. سومین بخش از پیام‌های صوتی آماده است، گوش بدید. ایران این مسیر رو، یعنی جمهوری اسلامی این مسیر رو تا ساخت بمب اتمی ادامه میده و با این انفعالی که من توی قدرت‌های بین‌المللی و آژانس انرژی هسته‌ای می‌بینم، احتمال خیلی زیاد متأسفانه در این راه هم موفق خواهد شد. تلاش‌های پرهزینه و طولانی ایران برای رسیدن به هدفش که همانا تولید بمب اتمی میباشد، با خاموش کردن دوربین‌های فراپادمانی آژانس اتمی در تأسیسات اتمی ایران، مخصوصاً دوربین‌های نظارت راه دور بر غلظت غنی‌سازی را می‌توان سرآغاز فرار اتمی ایران تلقی کرد که ادامه آن باعث باجگیری اتمی جمهوری اسلامی یا شروع جنگی ویرانگر در ایران و منطقه خواهد. در طول 44 سال گذشته همیشه در لحظات بحرانی صحبت از توافق با جمهوری اسلامی پیش میاد. امروز با توجه به انقلاب زن، زندگی آزادی و ناآرامی‌های ایران، جمهوری اسلامی در تلاش ماندن و پایدار بودن بر سر قدرت هست. چون هم سران ایران خواستار بقای خودشان هستند و هم غرب خواستار سرگرم بودن خاورمیانه بین خودشان هست تا از یک پارچگی و پیشرفت دول خاورمیانه و مخصوصاً ایران جلوگیری بشه. مهمان این بخش از برنامه آقای دکتر بهرام قیاسی، کارشناس حقوق بین‌الملل در امور هسته‌ای هستند که از بریتانیا به ما پیوستند. آقای دکتر خیلی ممنون برای فرصت که گذاشتید. آقای بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، امروز گفته که موضوع ترقوزآباد و ورامین یک روزه قابل حل اگر فضای سیاسی لازم فراهم بشه. با ایشون موافقی؟ به هیچ وجه. ترقوزآباد، مواد رادیواکتیو، مواد هسته‌ای و همینطور تأسیساتی اونجا بوده که فعلا در حال حاضر آژانس نمیدونه کجا هست. به همین جهت این امکان پذیر نیست در عرض یک روز، یک ماه، یک سال. همینطور تعدادی از تجهیزاتی که در ترقوزآباد بوده از ورامین آمد و اون هم یک مسئله بغرنجی است و بیشتر از اینها طول خواهد کشید. آقای دکتر اشاره کرده آقای کمالوندی که 10 تا از دوربین هایی که خاطرتون هست، 29 تا از دوربین های آژانس رو در اصفهان مرکز برداشتن، الان گفتن 10 تا دوربین رو گذاشتن، ولی تا رسیدن توافق با آژانس این اطلاعات رو، تصاویر رو باز تحویل نخواهند داد. در یه همچین شرایطی فضای فکر میکنید که امکان توافق وجود داره؟ توافق با در رابطه با برجام می‌فرمایید؟ در رابطه با همکاری با آژانس، در شکل بخشش هم به برجام برمیگرده. بله، ایران داره سعی می‌کنه با همکاریاش رو بیشتر کنه با آژانس و اون هم علت داره، برای اینکه در ماه سپتامبر اجلاس سالیانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد گرفت و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم اونجا تشریف خواهند داشت و ایشون مورد پرسش خواهند شد که چرا شما با ما همکاری نمی کنید. این روال همیشه بوده، قبل از سپتامبر ایران همکاری می کنه تا حدودی، بعد از سپتامبر ناگهان برمیگرده به موضع قبلیش. برای کاهش فشارها. آقای دکتر، رهبر جمهوری اسلامی شنیدید حتما توصیف کرده که برنامه هسته‌ای آبروی ملی است. موافقید با ایشون؟ برای رژیم آبروی ملی است، برای ملت و مردم خیلی، و این هزینه هایی که داره انجام میشه واقعا صرفا برای بقای خود رژیم هست و نه برای منافع تک تک افراد و مردمی که در خیابان ها ساشمه به چشمشون میزنن و باتون به سرشون میکوبن. بله، ایران یکی از 32 کشوری هستش که نیروگاه هسته‌ای داره. خب این خیلی محترمانه است، خیلی با ارزشه، ولی منافع تکنولوژی هسته‌ای نه برای مردم ایران بی‌معنی است، برای رژیم بله عالی است. آقای دکتر، اگر این گزارش‌های رسانه‌ای که از دیدار
آقای راب ملی با امیر سعید ایروانی سفیر ایران در جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در دسامبر 2022 در نیویورک، اگر دقیق باشه و گزارش هایی که در مورد دیدارهای آقای علی باقری کنی در عمان در تماس غیر مستقیم با برت مگرک مسئول امور خاورمیانه در کاخ سفید و برشک دیدارهایی هم که میدونید با همتایان اروپایی خودشون اعلام کرد داشت در امارات، فکر میکنید بعد انتظار چگونه توافقی رو بین ایران و آمریکا یا جامعه بین‌المللی داشت؟ کم در برابر کم به اصطلاح؟ بله، من به نظر بنده این توافق محدود عملی است و باعث خرسندی اسرائیل خواهد شد و همینطور دولت بایدن اینها علاقمند نیستن که تشنج ایجاد شد در منطقه و قیمت نفت بالاتر از این بره. خوشبختانه می‌بینیم که در آمریکا نرخ تورم به 4% رسیده و بهره ها در این هفته گذشته بالا نرفت. به همین جهت دولت بایدن بسیار علاقمنده که توافق جانبی ایجاد بشه و احتمالاً ایجاد خواهد شد. یعنی وقتی میفهمید توافق انجام بشه، مثلا جمهوری اسلامی بپذیره که جلوی غنی‌سازی 60% رو بگیره، چون بر اساس اون قانون مجلس ظاهراً موظفن که ادامه بدن. بله، البته ما میدونیم که مجلس یک ارگانی است نمادین، سمبولیک و پوشالی، و همین جهت آنچه رهبر دستور بده همون، چون رهبرم دستور داد گفت که به قانون مجلس عمل کنید. بله بله، دقیقاً ایشون فکر میکنم داشت پشتیبانی میکرد از آن مجلس پوشالی. بله، فکر میکنید تو این توافق همین توصیه ایشون هم برشک ملغا خواهد شد؟ آقای دکتر، میدونم که برشک شما سالهاست که مذاکرات رو مسائل رو با دقت دنبال میکنید. ایرانیانی در تیم مذاکرات هسته‌ای در طول این سالها به جاسوسی یا بدتر مثلا متهم شدن یا بدتر زندانی شدن؟ مثلا نمونه های هست، آقای حسین موسویان که در همین آمریکا هم هستن، آقای حسین فریدون، عبدالرسول دوری اصفهانی که محکوم شدن، حسام الدین آشنا، محمد سعیدی بسیاری، و بعد مسئله شهرام امیری و علیرضا اکبری که اخیراً اعدام شدن. چنین چیزی رو شما در غرب هم شاهد بودید که مثلا مذاکره کننده ای رو بعداً به جاسوسی متهم کنن یا اعدام بکنن؟ به هیچ وجه. و این نشون میده تا چه حدی این افراد اعتقاد دارن به مبانی و ارزش‌های اون رژیم. بله، به هر شکل اختلافاتی هست در این تیم‌های غربی، ولی خب طوری میشه که مثلا فردی از تیم مذاکره کننده جدا میشه، ولی منم نشیدنم که متاسفانه البته واقعا که افرادی بعد از این مذاکرات به این شکل متهم بشن یا حتی دچار اعدام اینا بشن. یک سوال دیگه آقای دکتر، وقت اندکی هم داریم. رهبر جمهوری اسلامی همونطور که شنیدید گفتش که اسلام عامل در واقع عدم ساخت سلاح هسته‌ای است، و از طرف دیگر هم گفت جامعه اطلاعاتی آمریکا گفته ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست. به نظر میاد که در هر دو مورد ایشون افکار عمومی رو فریب میده. بله بله، در عمل اینطور نیست. همونطور که مستحضر هستید، طبق گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا سال 2000، و مهمانان عزیزتون هم ذکر کردن، تا سال 2003 ایران برنامه هسته‌ای تسلیحاتی داشته، و از سال 2003 تا 2009 طبق گفته آژانس، گزارشات آژانس، به این برنامه ادامه داده. و به همین جهت آنچه گفته میشه و آنچه عمل میشه تضاد شدیدی هست اینجا. آقای دکتر، آقای خامنه‌ای هم شدیم گفتش که بیشتر هم اشاره کردیم که زیر بار چیزی بیشتر از مقررات پادمانی نرید. فکر میکنید دقیقا ایشون منظورش چه هست وقتی صحبت از همکاری آژانس میشه و گفت اعتمادی هم به حتی به آژانس هم نیست؟ بله بله دقیقاً. بله، من روی این نکته همونطور که شما فرمودید من هم روی این فکر کردم، و منظور رهبر جمهوری اسلامی این هستش که خب طبیعتاً ایران موظف یک وظیفه حقوقی داره که مفاد پادمان هسته‌ای رو که توافقنامه در چارچوب NPT اجرا کنه، و منظور ایشون پروتکل الحاقی بوده. درسته. سپاسگزارم از شما آقای دکتر بهرام قیاسی، کارشناس حقوق بین‌الملل در امور هسته‌ای.
سپاس از شما، سپاسگزارم. ممنونم. به مقابل ساختمان وزارت خارجه آمریکا بریم، جایی که سیامک آرام استاد علوم داده‌ها در دانشگاه هریسبرگ از اعضای گروه همبستگی ملی ایران به اتفاق گروهی از ایرانیان منطقه واشنگتن دی سی در 13امین روز یک تحصن هستند. آقای آرام، یه توضیح بدید که این تحصن قرار بود یکی دو روز، دو سه روز باشه اگر اشتباه نکنم، ابتدا چطور شد که تمدید شد؟ بله، ما در واقع روز شنبه سوم ماه ژوئن بعد از یه تجمع روبروی این ساختمون تحصن سه روزه‌ای رو شروع کردیم. قصدمون بود که خب متاسفانه ارتباط ما با آقای آرام قطع شد. اگر ارتباط ما... آقای آرام اگر صدای منو میشنوید میشنویم پاسخ شما رو؟ بله الان صدای من رو دارید؟ بله 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 بفهم. بله، ما سه روزه بود، منتها به هدف اصلیمون رو قرار داده بودیم که صدای ما رو داخل این ساختمون بشنون و روز سوم داخل ساختمون رئیس میز ایران در وزارت خارجه در واقع تقاضای دیدار داشتن و گفتگوی رو داشتیم، اما بعدش تصمیم گرفتیم که تمدید بکنیم این حضورمون رو. از وزارت خارجه دقیقا چه شنیدید؟ کوتاه بفرمایید. آره، اون در دیدار اول دو تا تماس رسمی داشتیم. در تماس اول تایید کردن که مذاکرات برقراره، داره انجام میشه به صورت غیر مستقیم، اما تایید نکردن که داره پولی جابجا میشه، نه تایید کردن نه رد کردن. ولی همزمان هم در واقع نگرانی هایی که ما ابراز کردیم نسبت به امکان استفاده این پولی که در اختیارشون حتی به عنوان اعتبار قرار میگیره برای امیال و اهداف خود جمهوری اسلامی، اینها رو هم شنیدن و دریافت کردن. رسانه های آمریکایی هم پوشش دادن این تحصن شما رو؟ ما یک کمپین کارزار یک هفته‌ای رو شروع کردیم، انواع و اقسام راه‌های ممکن رو برای اینکه رسانه‌های غیر ایرانی پوشش بدن رو طی کردیم. همین الان که صحبت می‌کنم از دیروز کمپینی در توییتر شروع شده برای فراخواندن رسانه‌های غیر فارسی زبان، ولی هنوز متأسفانه به دلایلی که نمی‌دونیم پوششی داده نشده. آقای آرام، یه 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم. انتظارتون از دولت بایدن چه هست؟ و آقای خامنه‌ای هم گفته بود که برنامه هسته‌ای آبروی ملی، شما چه فکر می‌کنید؟ بله، اتفاقا تو گفتگوهامون با مسئولین و مقامات وزارت خارجه این عنوان کردیم که ما از آمریکا می‌خوایم که هیچ اقدامی نکنه. هر اقدامی که الان ایالات متحده داره دنبال میکنه به نفع منافع جمهوری اسلامی نه مردم. خامنه ای هم که این برنامه رو آبروی ملی میدونن برعکس، در واقع فاجعه ملیه، برای اینکه میزان خسارت، آسیب بین المللی، اقتصاد داخلی، از بین بردن زیرساخت ها، همه اینا در واقع به ایران آسیب زده و مردم ایران، و فقط منافع جمهوری اسلامی برای حفظ در قدرت موندنش رو تامین کرده. سپاسگزارم. سیامک آرام بود از اعضای گروه همبستگی ملی ایران در 13امین روز تحصنشون در مقابل ساختمان وزارت خارجه آمریکا. برگردیم به روزیتا. خیلی از همراهان برامون نوشته بودن که وضعیت اینترنتشون خیلی بده، حتی وایس هم نمیتونن بذارن. این در حالی که سایبری ها با اکانت های مختلف زیر هر پستی نظر میذارن. دو نظر رو انتخاب کردم از توییتر. صالح از هواداران جمهوری اسلامی نوشته چرا فرانسه 56 تا نیروگاه، آمریکا 97 تا، چین 150 تا و روسیه 15 تا نیروگاه اتمی داره. در پاسخش کوهرنگ نوشته میتونی بگی چرا پول بیت المال دست شماست؟ کلکلی که ادامه هم داشته. سری بزنین به توییتر، نظر بدین، منم توییتاتون رو میخونم. ممنون از شما که همراهین. بخش چهارم پیام ها رو با هم گوش بدیم. فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی چیزی نیست جز رسیدن به امکاناتی که با در اختیار داشتن این فرایند به راحتی جمهوری اسلامی میتونه از جامعه جهانی بازخواهی و تردید انجام بده، و این وظیفه جامعه جهانی هستش که با هر گونه اقدام لازم از رسیدن جمهوری اسلامی به این فرایند جلوگیری کنه. به نظر من بیشتر این جنبه مانور تبلیغاتی داره و حالت بازخواهی که جمهوری اسلامی میخواد از دنیای جورایی حالت گروکشی داشته باشه و جنبه فنی نداره فعالیت های تسلیحاتی جمهوری اسلامی. به نظر خودشون میخوان یه برگ برندهی داشته باشن و روی اون مانوف بدن. رژیم آخوندی از حربه فعالیت های هسته‌ای به عنوان وسیلهی برای بازگیری از غرب به منظور تامین منابع مالی در جهت پیشبرد تروریسم در داخل و خارج از کشور استفاده میکنه، و چون میدونه فاقد مشروعیت نزد مردم ایران هست، قصد داره با استفاده از غفلت امریکا به اروپا از طریق ساخت بمب هسته‌ای در سطح وسیع‌تری به تهدید و بازگیری و حفظ حکومت ننجین خود ادامه بده.
در پایان حسن سربخشیان مروری دارد بر پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی. بیش از دو دهه از بروز اختلاف میان جامعه جهانی و جمهوری اسلامی ایران درباره فعالیت هسته‌ای این کشور می‌گذرد. ایران نسبت به اون چه که در بیانیه تهران با سه وزیر خارجه اروپایی آمده عمل خواهد کرد؟ در این میان برخی از اختلافات با امضای توافق میان کشورهای 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران و اجرای آن در سال 2016 حل شد که با نام برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام شناخته می شود. The United States was not able to stop Iran's nuclear program through sanctions. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه وقت ایران بعد از اجرای شدن برجام در حالی از عدم توانایی آمریکا در متوقف کردن فعالیت هسته‌ای ایران با وضع تحریم‌های جدید آمریکا سخن می‌گفت که 2 سال بعد و به دنبال خروج آمریکا از برجام در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ عملاً این توافق به شکست انجامید تا در سالگرد خروج آمریکا از برجام ایران نیز عدم پایبندی خود به این توافق را اعلام کند. ناگهان سال 2018 خبر میاد که موساد آمده از قلب تهران، از ناحیه شوراباد، در واقع قلب کشور، اسناد هسته‌ای رو سرقت کرده و برده. این اسناد رو که خوندن متوجه شدن که بسیاری از ابعاد پنهان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گزارش نشده بوده که اینها ذیل اون مسئله ابعاد نظامی جای میگیره، از جمله چند مکان که در اونها آزمایش هایی مربوط به برنامه هسته‌ای انجام شده بوده و جمهوری اسلامی رو گزارش نداده بوده. 2019 جمهوری اسلامی یکی از این سایت ها شروع میکنه به تخریب با لودرها تا آثار رو از بین ببره. من بنابراین فعالیت ها برمیگرده به قبل از سال 2003، اما چون اعلام نشده بود، طبق مقررات پادمانی هم باید اعلام میشد، الان به یک معضلی بین جمهوری اسلامی و آژانس تبدیل شده که ما این روزها داریم میبینیم. 3 سایت هستند که در این 3 سایت ایران فعالیت های هسته‌ای داشته و به آژانس گزارش نداده. سایت ترقوزآباد هستش، سایت ورامین هستش و سایت آباده هستش. 4مین مسئله‌ای که هست جدید مربوط به چند ماه پیشه. ایران در فوردو میزانی اورانیوم 83% تا 83% غنی کرده بود. این مسئله 83% حل شده، برای که مسئله تکنیکی بوده و آژانس پذیرفته که ایران این رو بر حسب اتفاق و بسیار با میزان کم انجام داده و این پرونده رو بسته. از بین اون 3 سایت، سایت آباده بسته شده و قبول کرده آژانس توضیحاتی که ایران میده. پس در اون چه که مربوط به مسائل پادمانی است، 2 مسئله دیگه باقی مونده: توضیح دادن ایران درباره اون 2 سایت دیگه که در اونجا فعالیت های هسته‌ای که گزارش به آژانس نداده وجود داشته. در اردیبهشت سال 98، یعنی زمانی که تحریم های ترامپ عملیاتی شد علیه ایران، یادم عمران خان اومده بود ایران و من قبل از ملاقات آقای رئیس جمهور با آقای عمران خان در کاخ سعدآباد خدمت ایشون رسیدم و به ایشون پیشنهاد کردم که ما باید اعلام بکنیم که اگر اتحادیه اروپا تأمین نکنه منافع ما رو از برجام در یه حدی که اون حد رو هم توافق کردیم، ایران ظرف نمیدونم یه مدتی نامه خروج از NPT رو به دبیر کل میده، اما تمام تعهدات برجامیمون رو اجرا بکنیم و هیچ اقدامی هم انجام ندیم، نامه خروج از NPT رو به دبیر کل ارائه بدیم که اون نامه 3 ماه بعدش اجرایی میشه البته و حتما میشد، طراحیش هم من خودم بلد بودم انجام بدم، که اون 3 ماه رو بتونیم مذاکره بکنیم و ازمون درخواست بشه که حالا اگرم مذاکرات به نتیجه نرسید حالا یه مدتی هم ادامهش بدیم، اما شمشیر NPT رو ما ببریم بالا. معاهده بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به NPT که ایران نیز جزو امضا کنندگان آن است،
در تیر ماه 1347 خورشیدی در لندن به امضای وزیر امور خارجه بریتانیا و سفرهای دو کشور اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا به امضا رسید و هاوارد ویلسون نخست وزیر بریتانیا در همان روز هدف از این معاهده را اطمینان از بکارگیری قدرت محبوس شده در اتم برای رفاه بشریت به جای تخریب و نابودی اعلام کرد. یکی از موارد مهم در فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تلاش برای دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای در مدت زمان معینی عنوان می‌شود که همواره با تکذیب مقامات این کشور مواجه شده است. تعریفی که هست در آستانه اتمی بودن دو تعریف متفاوته. یکی در آستانه اتمی بودن به این مفهومه که مواد لازم برای بمب رو ایران داره می‌سازه، در این صورت می‌تونیم بگیم ایران در آستانه اتمی شدن است. اما تعریف دیگه این هستش که ایران میتونه بمب رو بسازه، بمب واقعی رو بسازه، که اون در این تعریف ایران هنوز فاصله داره. و بالاخره این که باید بتونه از موشک‌های استفاده بکنه که دقیق هستن و دشمن فرضی ایران رو بزنن. ما با اون دو مورد آخر بسیار فاصله داریم و به خاطر این هم هستش که اون همه که با اینکه اسرائیلیا تبلیغ میکنن ولی آمریکایی ها نگرانی های زیاد رو ندارن و فکر میکنن که این امر رو میتونن مدیریت کنن. البته واقعیت ایران در سالهای دهه 60 و دهه 70 به شدت به دنبال ساختن بمب اتمی در خفا بود. بعد از انقلاب سال 57 تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران توسط انقلابیون متوقف شد و بعد از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق بود که این فعالیت‌ها مجدداً آغاز شد. اما هزینه‌های انجام شده در 3 دهه گذشته در این خصوص را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ چند سال پیش چند تن از متخصصان من خوندم که نوشته بودند هزینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به اضافه هزینه‌های اضافی که تحمیل کرده، مانند تحریم‌ها، مانند اجبار به فروش نفت زیر قیمت بازار و امثال هم، تا چند سال پیش بیش از 2 تریلیون دلار تخمین زده شده بوده و این واقعا رقم بسیار بسیار بالایی است. 2 تریلیون دلار یعنی یک کشور رو میتونه کاملا از فقر در بیاره و به سمت رشد اقتصادی ببره. بنابراین ما در ازای چنین هزینه‌ای که تحمیل شده به مردم ایران نمیبینیم که بازگشتی داشته باشه، چه از نظر حالا برق بخواد به خانه های مردم بده یا حتی از نظر استفاده های دیگر علمی در طبابت، در پزشکی. این هزینه فایده اینها با همدیگه نمیخونه. تنها چیزی که میتونه اصرار جمهوری اسلامی رو با توجه به ضربه های مهلک اقتصادی، اعتباری، دیپلماتیکی که به اون حکومت میخوره، اصرار جمهوری اسلامی رو بر ادامه برنامه هسته‌ای توجیه کرد، همون قصد احتمالی است برای ساختن بمب. زیر ساخت های موجود صنعتی هسته‌ای دست نخوره. الان در طول این سالها مدیران و مسئولان و فعالان این صنعت کارهای مهمی انجام دادن، زیر ساختای مهمی رو ایجاد کردن. ممکنه در یه زمینه‌های بخواید توافق‌های بکنید، عیب نداره توافق کنید، اما زیر ساختا دست نخوره. مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای این کشور در حالی دنبال می‌شود که به نظر می‌رسد تا زمان دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا برای احیای توافقنامه برجام و مهمتر از آن رابطه این دو کشور، همچنان فعالیت‌های هسته‌ای ایران آینده‌ای مبهم را پیش رو خواهد داشت.